گراسیا سلام، امروز میخوام یه فیلم تریلر رو درام خفن به اسم چهره پنهان یا The Hidden Face رو معرفی کنم که محصول مشترک اسپانیا و کولومبیا توی سال 2011 هست و با نمره 7.3 از 10 توی IMDb یکی از فیلم‌های خوب توی این ژانر معرفی میشه. یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید و حواستون به صحنه‌های خشن و اسپویل کامل فیلم باشه تا آخرش بهم فوش ندید. فیلم با نمایش مردی به اسم ایدریان شروع میشه که رهبر ارکستر موفق و پولداریه. ایدریان یه ویدیو از دوست دخترش بلین پخش می‌کنه که دختر میگه من هنوزم دوستت دارم و این رابطه‌مون جواب نمیده و دارم ترکت میکنم. ایدریان حالش خیلی به هم ریخته، مشخصه که عاشق دوست دخترش بوده. برای همین میره یه بار تا مست کنه و با غمش یه جوری کنار بیاد. بعد از مست کردن بیرون از بار دعواش میشه و دختر بارتندر به اسم فابیانا میاد پیشش تا کمکش کنه و از جاش بلند شه. از اونجایی که حال جسمی و روحی ایدریان داغونه، دل فابیانا براش میسوزه و اونو به خونه خودش میبره تا با آسیبی که دیده رسیدگی کنه و ایدریان هم همونجا روی مبل خوابش میبره. روز بعدی فابیانا با یه لیوان قهوه پیش ایدریان میاره، براش تعریف میکنه دیشب چه اتفاقی افتاده و چون مست بوده اینجا خوابش برده. بعدم ازش میپرسه چی شده که انقدر به هم ریخته بودی، اما ایدریان بدون هیچ حرفی و حتی یه تشکر و خداحافظی ساده اونجا رو ترک میکنه. سکانس بعدی گروه ارکستر ایدریان رو میبینیم که وسط تمرین کردن انقدر حواس مرد پرت دوست دخترش شده که همه چیزو کنسل میکنه. بعدم به همون بار شب قبل میره و اول از فابیانا به خاطر رفتار بعدش معذرت خواهی میکنه. بعدم ازش دعوت میکنه برن بیرون و اونو به سالن تئاتری که توش اجرا داره میبره و وقتی جفتشون علاقهشون رو به هم ابراز میکنن با یه بوسه رابطه جدیدشون رو شروع میکنن. بعدم به خونه ادریان میرن، برای اولین بار بینشون رابطه جنسی توی اتاق خواب برقرار میشه. صبح بعدی فابیانا میره تا صورتش رو بشوره که یه سری صدای نامفهوم و عجیب از چاه به گوشش میرسه، اما بهشون توجه نمیکنه و با کنجکاوی به گشتن جای مختلف خونه ادامه میده. وقتی یه سری کاغذ طراحی کفش روی میز میبینه یکم به شرایط شک میکنه و مطمئن این کاغذ برای ادریان نیستن. وقتی با هم سر میز صبحونه میشینن فابیانا سوال میکنه که چرا انقدر خونت از مرکز شهر فاصله داره و تو محله پرتی زندگی میکنی، که ادریان هم جواب میده من برای رسیدن به خلاقیت خودم به آرامش نیاز داشتم و برای همین این خونه رو گرفتم. اما چیزی نمیگذره که بعد صبحونه دوتا پلیس به دم خونه میان. اونا از ادریان راجب دوست دختر گم شدهش یعنی بلین سوال میکنن. پلیسا میگن بلین کلا گم شده و هیچ اثری ازش پیدا نکردیم، برای همین به ادریان مشکوک شدن و با حکم قانونی شروع به گشتن خونه برای سرنخ میکنن. مشخص مظنون اصلی به گم شدن بلین کسی نیست جز روز پسرش و برای همین مورد بازجویی هم قرار میگیره. برای دیدن خونه پلیسا به گشتن حیات خونه مشغول میشن که میبینیم ادریان خیلی اعصابش به هم ریخته. وقتی فابیان ازش این پرسه چرا ناراحتی، جواب میده چون پلیسا فکر میکنن من اونو کشتم و الان میخوام بیرونو بگردم بلکه جنازه‌شو پیدا بکنن. ادریان عصبیه چون مطمئن بلین به خاطر یه مرد دیگه ولش کرد و با اون از شهر فرار کرده. حالا هم درگیری های جناییش تا مدت ها قراری زندگی ادریان راحت بذاره و خیلی از دست دوست دختر قبلیش ناراحته. آخر شب فابیانا به همون میره. وقتی توی وان دراز کشیده یه رفعه متوجه حرکت آب توی وان میشه. از اونجایی که هیچ کس توی همون نیست و حرکت آب به صورت موجی خیلی براش عجیب و ترسناکه، سریع از اونجا بیرون میاد. ادریان هم با شنیدن صداش میاد پیشش و میگه هیچی نیست و الکی ترسیدی. همین لحظه برق خونه قطع میشه و بعد از چند لحظه برمیگرده. مردم میگه این اتفاق خیلی وقتا میفته و به خاطر سیستم برق این محله است. دو تایشون به اتاق میره تا رابطه برقرار کنه، اما قبل از شروع کار فابیانا با دیدن سگ ادریان که به آینه زل زده یکم معذب میشه و میگه اگه میشه ببرش بیرون. شب بعدی فابیانا توی بار مشغول کار و صحبت با یکی از دوستاشه. اسم دوستش برناردو هست و قبلتر اونو تو خونه ادریان به عنوان یکی از پلیسا دیده بودیم. قبلا این دو نفر با هم تو رابطه بودن و حال این کاراگاه خیلی نگران فابیانا است و بهش هشدار میده که ادریان مرد خطرناکیه و بهتره تا میتونی ازش دور بمونی چون اون مشکوک به کشتن دوست دخترشه. اما فابیانا که علاقه شدیدی به دوست پسرش پیدا کرده میگه بلین به خاطر خودخواهشون رو تنها گذاشته و مطمئنم ادریان هیچ تقصیری توی این کار نداره. روز بعدی ادریان دوست دخترش رو به کنسرتش میبره و اونو به افراد پشت صحنه معرفی میکنه. وسط صحبت با مدیر اصلی ارکستر میفهمیم ادریان قصد داره کارش رو ترک کنه. توی خونه ادریان فابیانا بازم میره دوش بگیره که یه دفعه آب به طرز غیر قابل تحملی داغ میشه و تنش رو میسوزونه. وقتی جلوی آینه داره پوستش رو چک میکنه که نسوخته باشه، دوباره همون صداهای عجیب از چای سینک دستشویی میشنوه. بعد میره به اتاق خواب ادریان و خیلی اتفاقی یک کلید رو تو دریچه کف اتاق پیدا میکنه. کلید شبیه به لوازم عتیقه است و برای همین با استفاده از زنجیری که داره اونو به گردن خودش میندازه چون خیلی قشنگه. همین لحظه بازم برقای خونه قطع میشه. فابیانا حس میکنه کسی دیگه وارد خونه شده و با استرس خونه رو چک میکنه، اما یه لحظه سگ ادریان اونو میترسونه و با خوردن سرش به پیانو بیهوش میشه. ادریان هم همین لحظه میاد خونه و با رسیدگی به حال دوست دخترش اونو به هوش میاره. فابیانا میگه من خیلی میترسم تنها اینجا بمونم، که ادریان هم بهش اطمینان خاطر میده هیچ چیز عجیبی تو این خونه نیست و فقط الکی ترسیدی و اینطوری شدی. فابیانا راجع به صداهایی که از چاه میشنوه برای ادریان میگه و بعدم تاکید میکنه این خونه یه روح داره یا حتما تسخیر شده. ادریان هم به این حرف میخنده چون کلا اعتقادش به این چیزا صفره. بعدم میگه حتما صدای پیچیدن باد توی لوله ها اینطوری شده، اما فابیانا همچنان به این چیزا مشکوک میمونه. سکانس بعدی با گوشی ادریان تماسی گرفته میشه. اونور خط پلیس رو میگه جنازه
جنازه سوخته شده زنی پیدا شده که ویژگی‌ها شبیه به دوست دختر قبلی بلینه. برای همین ازش میخوام به پزشکی قانونی بره تا جسد رو شناسایی کنه، که اونم با نگرانی و حال داغون میره، ولی با دیدن جسد میگه این برای بلین نیست. از اونجایی که پزشکی قانونی گفته شناسایی این جنازه غیر ممکنه، ولی ایدریان با تاکید گفته که بلین نیست، شک پلیسا بهش بیشتر و بیشتر شده. وقتی به خونه برمیگرده یه دفعه صدای فابیانا رو از طبقه بالا میشنوه که به یه نفر میگه ببخشید. ایدریان با کنجکاوی میره بالا و فابیانا با دیدنش شوکه میشه. وقتی مرد میپرسه داشتی با کی حرف میزدی، فابیانا بحثو میپیچونه و میگه داشتم دنبال چیزی میگشتم و اشتباهی شنیدی. بعد یکم صحبت همدیگر بغل میکنن. فابیانا به آینه دستشویی زل میزنه و دوربین هم یه دفعه به سمت آینه میره. اون طرفش بلین رو میبینیم که مثل یه روح دستشو به آینه زده. سکانس بعدی گذشته رابطه بلین و ایدریان رو میبینیم. دو تا در حال دوچرخه سواری هستند. بعدش به خونه میرن که موقع شام درست کردن، ایدریان از پیشنهاد کاری جدیدی که بهش داده حرف میزنه. اون برای این کار باید تا 15 روز دیگه کلا شهر رو ترک کنه و حداقل یه سال تو شهر جدید بمونه. بلین از شنیدن این حرف به هم میریزه، اما وقتی ایدریان ازش درخواست میکنه که دو تایی به این شهر برن، با خوشحالی پیشنهادش رو قبول میکنه. بعد دو تایی به شهر جدید، یعنی همین جایی که الان ایدریان زندگی میکنه، میان. بعد از اولی کنسرت بلین به پشت صحنه میره که با دیدن صمیمیت و مکالمه دوست پسرش با ویولونیست کنسرت یعنی ورونیکا حس میکنه بینشون رابطه ای وجود داره. بعد کنسرت ایدریان و بلین به خونه ای که قرار اجاره کنن میرن، یعنی همین جایی که الان ایدریان زندگی میکنه. صاحب اصلی خونه خانم آلمانی هست که قراره به آلمان برگرده، برای همین داره خونش رو اجاره میده. سگی هم که میدیدیم همیشه توی خونه است، برای همین خانم و از بلین و ایدریان میخواد توی این مدت که اینجا اقامت دارن ازش مراقبت کنن. زندگی خوب و شاد این دو نفر توی خونه شروع میشه. بعد از چند روز بلین برای دیدن شوهرش به سالن تئاتر میره. وقتی میفهمه ایدریان همراه با همون ویولونیست یعنی ورونیکا در حال صحبت توی اتاق و مشروب خوردن هستن، دوباره حس شکش چند برابر میشه. برای همین تو اولین فرصت گوشی ایدریان رو چک میکنه و با دیدن پیامهای دوستانه و صمیمیش با ورونیکا با عصبانیت اون رو نسبت به این قضیه روبرو میکنه. ایدریان وقتی میفهمه پیامش لو رفته میگه حق با توه، من اشتباه کردم، با ورونیکا لاس زدم، ولی هیچ اتفاق دیگه بینمون نیفتاده و قرارم نیست بیفته. بلین میگه باید ورونیکا رو کلا از ارکستر اخراج کنی، اما ایدریان قبول نمیکنه و میگه وجودش خیلی ضروریه، برای همین به سر کارش میره. میبینیم بلین توی حیاط خونه با صاحب خونه آلمانی رفیق شدن و دارن صحبت میکنن. بلین میگه دلم میخواد بدونم ایدریان منو واقعا دوست داره و بهم وفاداره یا نه، چون هیچ جوره نمیتونم دیگه حرفش رو باور کنم. صاحب خونه هم میگه من یه پیشنهاد خوب برات دارم. با هم به خونه میرن و این زن آلمانی اتاق مخفی توی خونه رو به بلین نشون میده. این اتاق یه پناهگاهی که برای محافظت از شوهرش ساخته بودن. میگه شوهرم تو جنگ جهانی دوم افسر آلمان بوده، برای همین هر لحظه امکان داشت برای اعدام کردنش بیان اینجا ببرنش. این پناهگاه کلا عایق صداست و هیچ کس از بیرون چیزی نمیتونه بشنوه. دو تا پنجره یه طرفه هم داره که دستشویی خونه و اتاق خواب رو نشون میده. یکیش از اون طرف همون آینه بالای سینک که دستشوییه و اون یکی هم آینه توی اتاق خواب که هیچ کس نمیتونه این طرفشو ببینه. اسپیکری هم هست که صدای بیرون رو واضح پخش میکنه و کلا شرایط زندگی برای یه مدت کوتاه توش فراهمه. زن آلمانی میگه اینطوری میتونه ایدریان رو خیلی راحت امتحان کنه و با خداحافظی به سمت آلمان حرکت میکنه. بلین هم نقشه خودش رو میریزه و یه فیلم الکی خداحافظی ضبط میکنه. فیلمی که اون اول ایدریان داشت توی گوشیش تماشا میکرد. بعد لوازم خودش رو جمع میکنه تا رفتنش از خونه رو واقعیتر نشون بده و همین لحظه ایدریان سر میرسه. بلین هول میشه با برداشتن لوازم سری به پناهگاه میره، اما از اونجایی که خیلی استرس داره کلید در از دستش میفته توی اتاق و بیخبر از این قضیه میره داخل و در رو کامل میبنده. بلین میره پشت شیشه و ایدریان رو توی اتاق خواب میبینه. ایدریان برای دیدن ویدیو خداحافظی دلش میشکنه و حالش داغون میشه، که بلین هم خوشحاله چون فهمیده واقعا ایدریان دوستش داره. دیگه نمیتونه ناراحتی ایدریان رو تحمل کنه، اما اینجاست که موقع بیرون اومدن تازه متوجه میشه کلیدش رو بیرون انداخته. بلین با وحشت و نگرانی به شیشه ها میکوبه و داد میزنه، اما هیچ صدایی بیرون نمیره. سعی میکنه بشکنتشون اما بازم موفق نمیشه. ایدریان به پلیس گم شدن بلین رو اطلاع میده. بلین هم همچنان دنبال راه فرار رو فقط کلی کنسرو و تاریخ گذشته توی پناهگاه پیدا کرده. با استفاده از یه در باز کن مشغول به سوراخ کردن دیوار میشه بلکه بتونه صداشو به بیرون برسونه، اما بازم نتیجه ای نمیگیره. دیگه بلین گیر افتاده و هیچ راه فراری هم نداره. بعد چند روز ایدریان برای بار آخر فیلم خداحافظی رو میبینه و یه دفعه میگه دیگه نمیخوام زندگیمو واسه تلف کنم. بعدم مشروبشو میخوره و میره دستشویی تا صورتشو بشوره. بلین که فهمیده دیگه امیدی برای نجاتش نیست، با عصبانیت یه لگد به لوله آب زیر پاش میزنه که متوجه شل گرفتن یه موش تو آب سینک میشه. یکم امیدش برمیگره و با تمام قدرتش این کارو تکرار میکنه، اما ایدریان بی‌توجه به این قضیه از خونه میره بیرون. برق پناهگاه هم قطع میشه و بلین مجبور با استفاده از ژنراتور چراغ روشن کنه، اما بازم موفق نمیشه. هر بار که میخواد این کارو انجام بده برق کل خونه یه لحظه قطع میشه، که قبلا دیدیم این اتفاق میافتاد. روز بعدی بلین با وحشت میبینه که بارتندری که دیدیم یعنی فابیانا برای اولین بار به خونه ایدریان میاد. این دو نفر مشغول عشق بازی میشن در حالی که بلین با حال داغون و گریه و ناله مجبور از پشت آینه رابطهشون رو کامل نگاه کنه. حتی سعی میکنه چشماشو ببنده، اما انقدر صدای اسپیکر توی پناهگاه زیاده که همه
چیز واضح میشنوه. صبح روز بعدی همون جاییه که فابیانا از سینک دستشویی صدای میشید. بلیندو میبینین که با همه قدرتش داره داد میزنه تا کسی کمکش کنه، اما صداش از اون طرف کاملا مشخص نیست. بلین کندن سوراخ توی دیوار ادامه میده تا به میله آهنی دیگه میرسه و میفهمه با کندن هیچ نتیجه قرار نیست بگیره. از این روز بلین هر کاری برای جلب توجه به خودش انجام میده. با استفاده از فلکه آب یه دفعه آبو کامل داغ میکنه که قبلتر دیدیم بدن فابیانا زیر دوش میسوخت. چند روز بعد که بلین میبینه فابیانا کلید پناهگاه پیدا کرده، دوباره با همه قدرتش به شیشه میکوبه، اما فابیانا بدون خبر از هیچی کلید گردنش میندازه و میره بیرون. روز بعدی همون جاییه که به ادریان زنگ زدن تا برای شناسایی جسد به پزشکی قانونی بره. بعد بیرون رفتن ادریان، فابیانا جلوی آینه لبخند میزنه، چون حس میکنه اگه واقعا بلین مرده باشه دیگه هیچ کسی نیست که دوست پسرش ازش بگیره. چند ساعت بعد فابیانا که همچنان شک داره روی توی خونه هست و آب رو تکون میده، تصمیم میگیره یه چیزی رو امتحان بکنه. اون سینک رو پر آب میکنه و بلین هم خوشحال میشه، چون فهمیده فابیانا به وجود یه چیزی توی خونه شک داره و ممکنه اینطوری نجات پیدا کنه. فابیانا بعد پر کردن سینک بلند داد میزنه اگه صدامو میشنوی آبو تکون بده. بلین با خوشحالی چند تا ضربه به لوله میزنه که فابیانا هم از شکی که کرده بود مطمئن میشه و یکم میترسه. حالا چند تا سوال دیگه میکنه و بعد از آخرین سوال متوجه میشه کسی که داره این کارو انجام میده بلین و کاملا زنده است. بعد میپرسه تو پشت دیوارا گیر افتادی؟ که بازم بلین به لوله ها میکوبه و فابیانا سری شروع به گشتن خونه برای نجات بلین میکنه. بالاخره در مخفی پیدا میشه و فابیانا میفهمه کلیدی که پیدا کرده برای باز کردن این اتاقه. بلین خیلی خوشحاله چون داره نجات پیدا میکنه. فابیانا کلیدو توی قفل میکنه، اما قبل چرخوندن یه دفعه پشیمون میشه. فابیانا فهمیده اگه این کارو انجام بده عشق زندگیشو از دست میده و برای همین میره جلوی آینه و به بلین میگه نمیتونم این کارو انجام بدم، ببخشید. همین لحظه ادریان به خونه میاد و قبل در دیدیم که بعد صحبت کردن همون بغل میکنن. فابیانا با خونسردی به آینه دستشویی زور میزنه. بلین از بیچارگی و درموندگی با صدای بلند گریه میکنه، در حالی که فابیانا و ادریان بیتوجه به اون از اونجا بیرون میرن. چند روزی میگذره. یه بار که ادریان داره سوار ماشینش میشه، دوست پلیس فابیانا یعنی برناردو رو میبینیم. اون با عصبانیت میاد سمت ادریان و بهش میگه اگه کوچکترین بلایی سر فابیانا بیاری میکشمت. هنوز همه فکر میکنن ادریان بلایی سر بلین آورده، در حالی که روحش هم از چیزی خبر نداره. یه شب دیگه فابیانا از سر کار به خونه میاد. از وجدان کاری که انجام داده حسابی داره اذیتش میکنه، برای همین میره جلوی آینه. از بلین سوال میکنه حالت خوبه، ولی هیچ حرکتی توی آب مشاهده نمیشه. چند بار دیگه هم سوال میکنه، اما وقتی هیچ جوابی نمیگیره به شدت نگران میشه که نکنه بلایی سر بلین اومده باشه. اما بازم کاری نمیکنه، فقط تصمیم میگیره همه لوازم اتاق به اتاق دیگه ببره تا مجبور نباشه همش به بلین فکر کنه. ادریان هم از اینکه اتاق خوابش عوض شده یکم ناراحت میشه. صبح روز بعدی کارگاه برناردو دوباره به خونه ادریان میاد. اون پاکت رو به فابیانا میده که وقتی بازش میکنه عکسهایی از دوست پسرش ادریان با همون ویولونیست ارکسترنی ورونیکا رو میبینه. مشخص این دو نفر با هم رابطه عاطفی دارن و همش با هم قرار میذارن. ادریان داره به فابیانا خیانت میکنه. همین لحظه ادریان میبینه که پیش ورونیکا میره. اون به ورونیکا میگه من عاشق فابیانام و نمیتونم بهش خیانت کنم و دیگه نباید کلا حتی همو ببینیم. فابیانا که از این قضیه هیچ خبری نداره و فقط ناراحته که ادریان بهش خیانت کرده، بی توجه به هیچی با استفاده از کلیدش در پناهگاه باز میکنه تا حداقل بلین رو نجات بده. این در حالیه که ادریان اجرا داره و هیچ خبری از اتفاقای توی خونه نداره. فابیانا با ورود به اتاق و دیدن وضع زندگی بلین خیلی بیشتر به هم میریزه. بلین روی تخت دراز کشیده و مشخص خیلی بیحال خوابش برده. فابیانا چند بار صداش میکنه، اما وقتی جوابی نمیگیره نگران میشه و میره نزدیکتر، که همین لحظه بلین چشماشو باز میکنه با کوبیدن شیشه‌ای به سر فابیانا اونو بیهوش میکنه. بعدم کلیدو برمیداره و با بیرون اومدن فابیانا رو اون تو زندانی میکنه. همینطور گردنبند کلید رو که همیشه گردن فابیانا بود روی تخت میذاره و با چسبوندن عکس خودش و ادریان به آینه از خونه میره بیرون. وقتی ادریان به خونه میاد فکر میکنه فابیانا از خیانتش با خبر شده یا از قضیه خودش و بلین خیلی ناراحته، و به هر حال با گذاشتن گردنبندش روی تخت از ادریان خداحافظی کرده و از اونجا رفته و رابطهشون تموم شده. به عنوان پایان فیلم بلین رو میبینیم که کنار دریای نشسته و بالاخره آرامش داره، در حالی که فابیانا پشت آینه به هوش میاد و حالا خودش اونجا زندانیه. فیلم The Hidden Face از اون دست فیلمای توموخیه. آدم نمیفهمه کی مقصر اصلی و کی بیگناه و کلا باید از کی خوشش بیاد و از کی متنفر شه. از طرفی میتونیم بگیم کاری که بلین انجام داد و خواست با یه حرکت احمقانه دوست پسر خودش رو به خاطر شکش امتحان بکنه، دلیل اصلی همه این اتفاقا بود، در حالی که میتونست خیلی راحت رابطه‌اش رو تمام کنه یا حداقل جلوی خیانت کردن ادریان رو بگیره. از طرفی میگه فابیانا آدم عوضی بود که همون اول بلین رو نجات نداد، ولی اون مقصر این اتفاقا نبود، چون فقط میخواست از عشقش محافظت کنه. از یه طرف دیگه میشه گفت خیانت کردن ادریان باعث شروع همه این اتفاقا بود، اما ما میدونیم اون اول شک مسخره بلین خیلی قبل‌تر از شروع رابطه‌اش به ورونیکا شکل گرفته بود. خلاصه که داستان پیچیده است، اما مفهوم اصلی اینه که شک تا چه حد میتونه باعث تصمیمای احمقانه و نتایج افتضاح بشه. رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.